دادم که او نامش امرالله صالح ششونیم چکچکی من نامش ماندیم. سلام بیننده های عزیز، بار دیگر مسعود اندرابی وزیر امور داخلی حکومت پیشین آقای امرالله صالح را یک مرد چکچکی و چاپلوس اشرف غنی رئیس جمهور ازبق و فراری کشور خطاب کرده چنین گفت: آقای غنی از خود چکره های داشت، هر چکره با چکری دیگه داشت، چکری دیگه با چکری دیگه. معاون اول خبرتان تعریف کردم که او نامش امرالله صالح ششونیم چکچکی من نامش ماندیم. فکر کنین که ما وزیر داخله، یک آدم میره ساعت ششونیم بجا رئیس دفتر ما میخواه باز تعدید هم میکنه تو پنشیریستی، فکرت باشه که اگه سعی اطلاع نداده بودی خراب میشه. بار از او باز ما چون کیره میخواه و کیره میخواه و باز میپایلا که ما دیگه کیره فیخم هست که امورم بخواه بفهمانه که ششونیم از مز وزارت از مز. ببینین شاید من امو وقت چیزی گفتم میتونستم، ولی ما خو که چیزی گفتم که مرا خطاب کرد اشرف غنی، گفت که او قاتل پشتون. ما گفتم بله. گفت که دیشب از آرا را دخانید خواسته بودی؟ از سوی دیگر او میگوید که اوراق منفکی بعض از کارمندان وزارت داخله را که حمدالله محب رئیس پیشین امنیت ملی از طرف اشرف غنی برایش آورده بود را برویش زده است. در باریکا زیاد بود دوجا. باز ما را بردن دوجا، بردن چی مرا خو اسکورت کردن که بفرماین و در یگان نصیحتام کردن که رئیس جمهور بسیار قار بود، امیر متوجه باشی. آخر گپ برتان بگویم وی بود که 22 نفر بر ما داد که برطرف کو، عاجل برطرف کو چون تاجک هستن و در یک جای دیگه برطرف شدن. خب خیر، ما برش گفتم که خیامی هدایت رئیس هست؟ گفت بله هدایت رئیس برم کشید، خط شریده بودیم چنو خوانده نمیشه. خب یکیش ترجمه کرد که اینه تو یک قصه نشته کرده. گفتم خیلی بتی در فایلم بارم که بریم. نه گفتی خب بر از این نیست که شما ایره بگیرین، ایره باید پس برای ما بتین. ما گفتم چی مانا؟ گفتی هدایت داده رئیس بینیم رقم که بخوانه و باز با ما بتین. از جایم خیستم و گفتم که آقای محب چی گپ هست؟ ورق روش انتو زدم. حالا شاید شما بگویید که چرا این افشاگری ها و بدگویی ها را آقای اندرابی در زمانی که در قدرت بود نگفته است. من سخنان آقای مسعود اندرابی را درباره مقاومت و چهره های سیاسی و فرماندهان نظامی به تکرار شنیدم و واکنش های طرفین را هم خواندم و گوش فرا دادم. اما آنچه که بیش از حد باعث ناراحتی من و خیلی های دیگر شده است، سوء استفاده از وضعیت آقای اندرابی است و نشان دهنده وضعیت وخیمشان است و استفاده از این وضعیت غیر انسانی و غیر منطقی است. همیانان عزیز، من هیچ گونه رابطه شخصی و سیاسی با آقای مسعود اندرابی نداشته و ندارم، ولی به این حد باور دارم که انسان بد اخلاق و بد زبان نیست که به آسانی به هر کس اهانت کند و به او بتازد. از سوی هم آقای اندرابی مدت‌های طولانی معاون اپراتیفی و سرپرست ریاست امنیت ملی بود و ظرافت‌های اطلاعاتی و سیاسی را نیک می‌فهمد و به همین خاطر اطمینان دارم که هیچ وقت چنین بچگانه و احساساتی عمل نمی‌کند. اما اینکه چه مشکلات باعث شده که در غربت آقای اندرابی به این حالت روانی روبرو شود، من چیز نمی‌دانم و تبصره هم نمی‌کنم، ولی این را به صراحت می‌توانم بگویم که اطرافیان آقای اندرابی خیلی رذیل و پست بوده که در این وضعیت هم ایشان را ابزار ساختن و مانعش نگردیدند. از این کردن نفهم کسان هستند که جای سادگی در کنار آقای اندرابی و تلاش برای درمانش علیه ایشان استاده شدند و فشارها را بالایش بیشتر ساختند. از سوی هم بر اساس گزارش آمارهایی که از قتل‌های هدفمندانه نشر می شود، فقط نوک یک کوه را نشان می دهد. در گزارش یوناما آمده است که این قتل‌ها عمدتاً در کابل، بلخ، قندهار، کاپیسا، دایکندی، پنچیر، بغلان، پروان، غزنی، هلمند، کندوز و تخار انجام شده است. بیش از این، دیدبان حقوق بشر حدود 100 قتل و ناپدیدسازی اجباری نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان در میان 15 آگوست تا 31 اکتبر 2021 را گزارش داده بود. بر اساس مستندات این نهاد طالبان این قتل‌ها را در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز انجام دادند. همچنین
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، الگوی گسترده تر از نقض حقوق بشر در ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا و سایر ولایت ها گزارش شده است. علاوه بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در سرطان 14-1 در گزارش اعلام کرد که نیروهای طالبان افراد را در شرق افغانستان بدون بررسی و طی مراحل قانونی اعدام یا ناپدید کردند. در این گزارش مفصل که با مصاحبه های از اهالی محل منتشر شده آمده است که از زمانی که طالبان در اگست 2021 میلادی قدرت را به دست گرفتند، ساکنان ولایت ننگرهار و کنر در شرق این کشور اجساد بیش از 100 مرد را در کانال ها و مکان های دیگر انداخته شده بودند کشف کردند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتایان خود در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد مؤثرترین راه برای حل بحران انسانی در غزه دستیابی به توافق آتش بس و پایان دادن به درگیری ها در منطقه است. بلینکن گفت وضعیت انسانی در غزه در هفته های اخیر پیشرفت قابل مشاهده داشته است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، با وجود پیشرفت ها در روند کمک رسانی به مردم غزه، هنوز باید اقدامات بیشتر در این خصوص صورت گیرد. این اظهارات دو روز پس از آن مطرح می شود که خلیل الحیه از اعضای ارشد حماس خبر داد این گروه در حال بررسی آخرین پیشنهاد اسرائیل درباره آزادی گروگان های اسیر در غزه و برقراری آتش بس است. او از ذکر جزئیات این پیشنهاد خودداری کرد و تنها گفت پیشنهاد اسرائیل پاسخ به طرح حماس است که دو هفته پیش ارائه شده بود. بلینکن در ادامه سخنان خود در ریاض ابراز امیدواری کرد که حماس پیشنهاد فوق‌العاده سخاوتمندانه اسرائیل را بپذیرد. او افزود حماس باید درباره قبول یا رد این پیشنهاد به سرعت تصمیم گیری کند. از زمان آغاز مناقشه کنونی حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن از گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به حمله اخیر موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل به اهمیت ایجاد دفاع یکپارچه در خاورمیانه تاکید کرد. از اینکه با ما بودید تا این دم سپاسگزاریم.